وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. امعا و عشا یعنی جیگر سنگ دونه مرغ در قشر فقط ضعیف جامعه مصرف میشه. گزارش یک مقام صنفی از مالیاتگیری دولت از اجزای مرغ. انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی هم از گران شدن مجدد لبنیات خبر داد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از مسکن فقیرانه یک سوم جمعیت ایران. خانوارهای با سرپرست زن 20% بیشتر از سایر خانوارها به بدمسکنی دچارند. در پی افزایش قیمت شیر خام، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف کنندگان از افزایش مجدد قیمت مصوب محصولات این بخش خبر داده. در نامه رضا باکری آمده از تاریخ 7 مهر ماه افزایش 14% قیمت لبنیات اعمال شده تا افزایش نرخ مصوب محصولات این بخش در 6 ماه گذشته به 30% برسد. در این نامه درخواست افزایش مجدد قیمت برخی محصولات لبنی نیز مطرح شده. در همین حال نایب رئیس انجمن کشتارگاه‌های صنعتی از افزایش مصرف جگر و سنگدان مرغ در بین اقشار کم درآمد در پی گرانی مرغ خبر داده، گفته دولت برای این محصولات مالیات بر ارزش افزوده وضع کرده. امعا و عشا یعنی جیگر سنگ دونه مرغ در قشر فقط ضعیف جامعه مصرف میشه. یعنی خیلی از حالا اقشار جامعه هستن که توانایی خرید خود مرغ هم ندارن. اگه برن بگن آقا مرغ بده، میگن آقا یه دونه رون مرغ بده اگه پولشو داشته باشن. نداشته باشن میرن میگن آقا جیگر بده یه بسته سنگدون بده، خیلی وضعشون بهتر باشه، دل باشه مثلا، خدا حفظتون کنه. اومدن گفتن آقا دل و جیگر و سنگدون چون برای مصارف حیوانات هست، این شامل حال ارزش افزوده. والا ما تا حالا هیچ جای ایران حداقل ندیدیم که هیچ کارخونه باشه بگه آقا من سنگدون آماده دارم مثلا اصلا پخت شده دارم برای حیوانات. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با انتقاد از کافی نبودن افزایش اخیر قیمت نان، گفته قیمت مصوب نان در نانوایی‌های سنتی هزینه آنها را پوشش نمی‌دهد و پایین‌تر از نرخ واقعی است. محمد سلیمانی خواستاران شده که قیمت نان مانند صنوف دیگر سالانه بر اساس نرخ تورم تغییر کند. و با انتقاد از سیاست‌های دولت در بخش نان، گفته دولت باید فقط 2 تا 3 نوع نان سنتی را به شکل یارانه‌ای مدیریت کند. مرکز آمار از افزایش نابرابری درآمدی در ایران در سال گذشته خبر داده. در گزارش این نهاد دولتی آمده ضریب جینی در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و روند کاهش این شاخص توزیع درآمد که از سال 1399 آغاز شده بود متوقف شده. مرکز آمار اعلام کرده ضریب جینی در سال 1402 بیش از 2.6% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته ثروتمندترین دهک حدود 14 برابر بیشتر از فقیرترین دهک هزینه کرده. بر این اساس حدود 60% از هزینه انجام شده در سال گذشته مربوط به 3 دهک بالای درآمدی بوده. در سال 1402 بالاترین سطح نابرابری درآمدی در مناطق شهری در استانهای سیستان و بلوچستان و همچنین تهران رقم خورده. محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد حکمرانی از پنسیلوانیا با من هستن. آقای ماشینچیان، خب ظاهرا ما شاهد ابعاد جدیدی از فقر در جامعه ایران هستیم. چرا بعد از 45 سال حکمرانی در جمهوری اسلامی این وضعیت رو همچنان می‌بینیم؟ درود بر شما. بله، متاسفانه امروز در همه بخش‌های اقتصاد ایران شاهد پدیده شکست دولت هستیم، به این معنا که ساختار حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی در اداره اقتصاد کشور شکست خورده، به بن‌بست رسیده و قادر به اداره کشور نیست. اما در عین حال این نحوه اداره کشور با ایدئولوژی حاکم گره خورده و به همین خاطر تغییر ناپذیره. یک نظام تمامیت‌خواه حاضر نیست که حقوق شهروندان رو برای تعیین سرنوشت خودشون
به رسمیت بشناسه و شرایطی رو به وجود آورده که در اون فعالیت اقتصادی برای همه طرفهای درگیر زیان آوره، از تأمین کننده بگیرید تا تولید کننده و توزیع کننده تا مصرف کننده، هیچ یک از حلقه های زنجیره اقتصادی در ایران به نفع مصرف کننده یا برای تولید کننده سودآور نیست، حتی وقتی که قیمتش افزایش پیدا میکنه. تجویز کلی اداره اقتصاد در جمهوری اسلامی این است که دولت مستقیما مداخله میکنه، مانع ایجاد میکنه، مقررات تعیین میکنه و وقتی که این فرایند شکست میخوره، سیاستگزار به عوض عقب نشینی، آزاد کردن بازارها و تغییر رویه تلاش میکنه تا با تحمیل مقررات بیشتر کاستی مقررات قبلی رو جبران کنه. نتیجهش این است که اقتصاد ایران به پدیده تورم مقررات دچار شده، یعنی حجم قوانین و مقرراتی که بر اقتصاد ایران حکم فرماست چند برابر یک کشور توسعه یافته است. این تلمبار شدن مقررات ناکارآمد در طول زمان همه معادلات اقتصادی رو در ایران به هم ریخته. لذا شما هیچ فعالیت متعارف اقتصادی رو نمیتونید امروز در ایران پیدا کنید که سودآور باشه. در نتیجه این ساختار یک بازی باخت باخت در اقتصاد ایران شکل گرفته که به ضرر همه مردم ایران متاسفانه. یکی از شعارهای مسعود پزشکیان بهبود شرایط اقتصادی و همینطور معیشت مردم بود، ولی الان میبینیم که عملا حکومت کشور رو در آستانه جنگ قرار داده. این تضاد رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ درست میفرمایید. آقای پزشکیان راجع به بهبود شرایط اقتصادی شعارهای زیادی مطرح کرده و هنوز هم اینها رو تکرار میکنه، اما ایشون هیچ وقت وارد جزئیات نشده و توضیح نداده که شرایط اقتصادی و معاش مردم ایران چگونه، با چه سیاستی، از چه مسیری قرار است بهبود پیدا کنه. آقای پزشکیان تا جایی که چشم من کار میکنه به گزاره‌های سطحی، به کلیگویی و تکرار حرف‌های امیدوارکننده اما بی پشتوانه اعتیاد داره. اما از اون مهمتر، صحبت‌های ایشون همواره گرفتار تناقض‌های اساسیه. از یک طرف ایشون قرار است که همه چیز رو درست کنه، از طرف دیگه اما اصرار داره که راه انقلاب و سیاست‌های کلی نظام رو ادامه بده. شرایط بحرانی اقتصاد ایران نتیجه و حاصل ارزش‌های انقلابی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی. ببینید، از همون روز اول به جای اینکه در مراسم تحلیفش مقدمات ارتباط دیپلماتیک بهتر با دنیا رو فراهم کنه، کل جشن آغاز ریاست جمهوری ایشون تبدیل شد به رژه و جولان مقامات حماس در تهران. اسماعیل هنیه رو اسرائیل کشت، اما این آقای پزشکیان بود که او رو دعوت و به محور مراسم تبدیل کرد و از اون روز تا امروز کابینه ایشون در سرازیری بوده و دائما در حال واکنش‌های روزمره. و اتفاقا همین حماس و حزب الله یک نمونه خوب از سیاست‌های کلان نظامه. نظامی که اولویتش حمایت از گروه‌های نیابتی باشه، قطعا نمیتونه روی اصلاح ساختاری اقتصاد کشور یا گسترش همکاری با دنیا متمرکز باشه و طبیعیه که خواهناها اقتصاد در چنین شرایطی، در چارچوب چنین نظامی، همواره قربانی اهداف ایدئولوژیک نظام بشه و این دقیقا اتفاقی بوده که در کابینه پزشکیان هم افتاده و دائما داره تکرار میشه. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی، ممنون. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از فقر مسکن در ایران نوشت یک سوم جمعیت شهری ایران در شرایط بد مسکنی زندگی می‌کنند. در این گزارش که فقط ساعاتی روی وبسایت این مرکز در دسترس بود و سپس حذف شد، به افزایش سهم هزینه اجاره در سبد هزینه خانوارهای مستأجر در سالهای اخیر اشاره شده بود. بر اساس این گزارش، در سال 1401 استانهای تهران و قم دارای بیشترین جمعیت ساکن در بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی بودند. در این گزارش آمده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی 60% بیشتر از این شاخص در اتحادیه اروپا است. این نهاد پژوهشی حکومتی نوشته در سال 1401 خانوارهای با سرپرست زن 20% بیشتر از خانوارهای با سرپرست مرد دچار بد مسکنی بودند. دوره انتظار خرید مسکن نیز برای خانوارهای شهری در 3 دهک اول درآمدی حدود نیم قرن برآورد شده. آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هستن. آقای حسنی، در مورد ابعاد فقر مسکن در ایران و این گزارش‌های رسمی در این مورد از شما بیشتر می‌شنویم. خب، در این گزارش به معیارها و شاخصهای فراتر از مباحث اقتصادی در حوزه مسکن، بد مسکنی و فقر مسکن اشاره شده، از جمله شاخصهای فنی مثل دسترسی به آب آشامیدنی یا
بحث های فرهنگی مثل کفایت فرهنگی و بحث های فنی مثل کیفیت ساخت و ساز هم مورد توجه گزارش نویسان بوده. دو عامل اصلی رو در نمود و افزایش فقر مسکن در این گزارش بهش اشاره شده و بر اونها تاکید شده. یکی سهم بالای اجاره مسکن از هزینه کل خانوار ایرانی بوده که علت اصلی اون افزایش هزینه های اجاره و خرید مسکن در سالهای اخیر بوده که کماکان روند افزایشی اون در هم دهه 90 و هم در سالهای پس از دهه 90 در 15 سال گذشته در مناطق شهری به شکل فزاینده ای افزایش پیدا کرده، به طوری که سهم هزینه اجاره به هزینه کل خانوار مستأجر در سال 1401 در این گزارش حدود 36% برآورد شده که دو برابر سهم هزینه اجاره در کشورهای اروپایی است. نکته دیگری که باز به اون اشاره شده و عاملی است برای به وجود آمدن سهم بالای بدمسکنی، به طوری که حدود 33% از جمعیت شهری کشور در بافت‌های ناکارآمد به مفهوم بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند، کیفیت مساله و کیفیت ساخت و ساز مسکن هست که عمدتاً در مناطق روستایی این شاخص تأثیر بیشتری داشته و نسبت بدمسکنی در روستاها رو نسبت به مناطق شهری افزایش بیشتری داده. و نکته دیگری که در این اشاره کرد این نکته است که 12% از خانوارهای کشور در سال 1401 دسترسی به مسکن در استطاعت نداشتند که خب عامل اون باز هم افزایش و سهم بزرگ هزینه های اجاره و مسکن از کل سبد خانوار. آرش حسنی، ممنون که با من بودیم روزنامه نگار اقتصادی. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.